با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقای وز وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه گزارش ها در مورد مجروح شدن سرلشکر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را تکذیب کرد خبر زخمی شدن قاسم سلیمانی در شهر سامرا بر اثر حمله انتحاری گروه تروریستی داعش را سایت الگمانیه به نقل از تلویزیون اسرائیل منتشر کرده بود که در سایت فارسی فارسی زبان العربی نیز باستاب یافت شبکه العربیه خبر داد بعد از وقوع انفجاری در سامرا جنرال سلیمانی زخمی شد و به بغداد منتقل و از آنجا راهی نجف می شود این شبکه خبری همچنین گزارش داد قرار است این جنرال ایرانی به جبه های جنگ علیه داعش بازگردد و مجروح شدن آقای سلیمانی باعث شد تا ایران شخص دیگری را جایگزین اون کند پس از انتشار این خبر خبرگزاری های امنیتی داخلی آن را تکسیب کردند اما شواهد مستحکمی در این رابطه ارائه ندادند گزارش ها از چند کشور اروپایی از دستگیری افرادی که مزنون به فعالیت برای گروه های اسلامگرای تندرو هستند حکایت دارد این افراد شب گذشته در جریان چند عملیات دستگیر شدند بر اساس این گزارش دست کم ده نفر در هومه شهر پاریس بازداشت شدند پلیس آلمان هم گفته است در نخستین ساعات امروز جمعه در جریان عملیاتی دو نفر را به زن عضویت در گروه های اسلامگرا در شهر برلین و اطراف آن بازداشت کرد به گفته پلیس یکی از این دو نفر احتمالا رهبری یک گروه اسلامگرای تندرو را که اعضای آن از کشورهای ترکیه و روسیه بودند بر عهده داشته است این گروه تندرو اسلامگرا قصد انجام حملاتی را در داخل خاک آلمان داشته است در همین حال اسپانیا هم تحقیقاتی را در مورد حملات اخیر در پاریس شروع کرده است این تحقیقات پس از آن آغاز شد که گفته شده امدی کلیبالی عامل حمله به یک مغازه یهودی در پاریس چند روز قبل از حملات پاریس به مادرید سفر کرده بود خشونت در پاریس چهارشنبه هفته ژانویه زمانی شروع شد که دو برادر به نامهای سعید و شریف کواشی به دفتر نشریه تنز شارلی ابدو حمله کردند و دوازده نفر را کشتند در عملیات پلیس بلژیک علیه یک گروه تروریستی اسلامگرا دست کم دو نفر کشته و چندین نفر نیز بازداشت شدند دادستانی کل بلژیک از ده عملیات بازرسی پلیس علیه افراد مزنون در سراسر کشور خبر داد در رویدادی دیگری پاپ فرانسیس گفت که تحریک دیگران با توهین به دین آنها خطاست. یک شبکه تلویزیون بلژیک شامگاه پنجشنبه خبر داد که در یک عملیات ضد تروریستی رخ داده در بلژیک دو نفر کشته شدند به گزارش رسانه ها این حادثه در شهر ورویه اتفاق افتاده است. شهر ورویه در استان لیژ و در 25 کیلومتری با شهر آخن آلمان فاصله دارد. خبرگزاری بلژیکی بلگا به نقل از مقام دادستانی این کشور گزارش داد که درگیری در نزدیکی مرکز شهر اتفاق افتاده. در همین حال دادستانی کل بلژیک خبر از کشته شدن دو تن و زخمی شدن یک نفر توسط سه جوانی داده که به تازگی از سوریه به بلژیک بازگشته بودند. به گفته یه وی این سه جوان زیر نظر پلیس بودند و مکالمات تلفنی آنها شنود میشد او افزود این سه جوان در حال برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات تروریستی بودند همچنین یک فرد مسلح در مترو شهر ورویه در حالی که شعار الله اکبر سر داده بود بازداشت شده است دادستان کل بلژیک همچنین گفت در مجموع ده عملیات بازرسی در سراسر سر کشور علیه افراد مزنون انجام گرفته است که در این ده عملیات هیچ یک از افراد پلیس زخمی نشدند. در رویدادی دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان که در فیلیپین به سر میبرد از حق آزادی بیان دفاع کرده ولی همزمان گفته است تحریک دیگران با توهین به دین آنها خطاست. بنینو آکینو رئیس جمهور فیلیپین هم برای استقبال از پاپ به فرودگاه رفته بود در رویداد مرتبط دیگری با ماجرای ترورهای پاریس صدر آلمان از روحانیون و مسلمان خواست در آموزش های تبلیغی خود بین اعتقادات مسلمانان و تروریسم اسلامگرایانه مرزبندی کنند. آنگلا مرکل در مجلس این کشور گفت ترور به نام اسلام اهانت به خداست. آنگلا مرکل صدر آلمان که در مجلس آلمان سیاست دولت را توضیح می‌داد گفت آلمان با فرانسوی ها اعلام همبستگی کرده است او افزود آلمان از کشته شدن 17 انسان بیگناه به لرزه در آمده و متحیر است خانم مرکل تصریح کرد آلمان و فرانسه در این روزهای سخت در کنار همند اگر در فرانسه امنیت نباشد آلمان نیز امنیتی نخواهد داشت صدر آلمان به حملات متعدد تروریستی در جهان در گذشته دور و نزدیک اشاره و تاکید کرد ترور هرگز از بین نرفت ترور همیشه وجود داشت مرکل در توضیح اظهارات خود به جنایت های اعمال شده بر یهودیان در اردوگاه های نازی های در جنگ جهانی دوم یا قتل های گروه تروریستی راستگرای ناسیونالیست های زیرزمینی و همچنین حملاتی که اخیرا اتفاق افتاده مانند حمله اسلامگرایان به موزه یهودیان در بروکسل یا عملیات خونین گروه تروریستی بکوهرام در نیجریه اشاره کرد. آنکلا مرکل بر اهمیت آزادی رسانه ها و رواداری سهه گذاشت و گفت آزادی رسانه ها یکی از بزرگترین گنج های جامعه ماست. شروند بودن و رعیت بودن تنها زمانی امکان پذیر است که رسانه های آزاد وجود داشته باشند. در بسیاری از کشورها آزادی رسانه ها وجود ندارد. پیش شرط وجود این آزادی رواداری یا تحمل است، و این رواداری به گفته مرکل به معنای نداشتن نظر و دیدگاه نیست. خبرگزاری رویترز نوشته است پس از حملات تروریستی در پاریس علیه هفته نامه فکاهی شالی ابدو که به کشته شدن دوازده نفر انجامید نهادهای امنیتی و انتظامی کشورهای اروپایی به شدت هوشیار شدند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تمجید از مشتوا نواب صفوی و گروه فدایان اسلام گفته دشمنانی که سعی دارند منافع نظام را از بین ببرند سزاوار مرگ هستند و کشتن آنها نوعی, جهاد و امری اقلانی است به خواستار تبدیل گروه فدایان اسلام به عنوان الگویی برای حوزه علمیه و طلبه ها شده است مشتبا نواب صفوی یکی از روحانیونی است که در دوران پهلوی رهبری گروه فدایان اسلام را بر عهده داشته و در ترور حسین علا و احمد کسروی نقشی مستقیم داشته است وی پس از ترور ناموفق علا در اول آذر 1334 بازداشت و در 27 دی اعدام شد سراجدین میردامادی زندانی سیاسی پس از پایان یافتن مرخصی چند روزه به زندان اوین بازگشت. آقای میردامادی که در اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شده بود، پس از شش ماه بازداشت در سلولهای انفرادی بند دو علف به زندان اوین منتقل شد و پس از هشت ماه که از بازداشتش میگذشت برای چند روز به مرخصی آمده بود، این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در سالهای 78 تا 81 معاون مدیر کل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود بلافاصله پس از بازگشت به ایران در مرداد ماه 92 با توقیف گذرنامه و پرونده سازی امنیتی روبرو شد. وزیر امور خارجه آلمان میگوید مذاکرات هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای سرنوشت ساز شده. و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس به غرب هشدار داد گروهی از نمایندگان مجلس طرح غنیسازی اورانیوم را در هر درجه ای دنبال می کنند وزیر امور خارجه آلمان می مذاکرات هسته ای ایران وارد مرحله سرنوشت‌ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند همتای ایرانی وی نیز این مذاکرات را فرصتی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته است. محمد جواد ظریف در کنفرانس خبری مشترک با همتای آلمانی خود اظهار داشت ما یازده سال را از دست داده ایم و شرایط بهتر نشده است. به همین خاطر هم باید از این فرصت برای دستیابی به عدالت، صلح و امنیت استفاده کنیم. وزیر خارجه ایران سپس به نقش آلمان در مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت که او اطمینان دارد با مشارکت آلمان می توان به این هدف دست یافت. وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که مذاکرات هسته ای وارد مرحله ای سرنوشت ساز شده و طرفین باید از این فرصت استفاده کنند. فرانک والتر اشتان مایر گفت مجاری دستیابی ایران به سلاح هسته ای باید بدون هیچ تردید و ابهامی به صورت دائمی مسدود شود و در عوض تحریم ها نیز گام به گام لغو شود. وزیر خارجه آلمان همچنین تصریح کرد ما توافقنامه موقت ژنو را دو بار تمدید کرده ایم اما در آخرین نشست نیز بر سر این امر توافق داشتیم که نمیتوان مذاکرات را برای دوره ای نامحدود تمدید کرد هیئت مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی به ریاست عباس عراقچی و وندی شرمن معاون وزرای خارجه دو کشور روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به مذاکره نشستند یکی از اعضای هیئت ایرانی گفت که در مذاکرات دو جانبه با آمریکا درباره همه موارد از سانتریفوژ و تحقیق و توسعه گرفته تا موضوع مهم تحریم ها صحبت می شود. و همچنین سخنان محمد جواد ظریف درباره لزوم ارائه پیشنهادات تازه و جامع را مورد تاکید قرار داد و گفت که طرف مقابل نباید بر تکرار مواضع پیشین پافشاری کند. در رویداد دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در دیدار با جمعی از علمای قوم در این شهر گفت نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن اگر غرب تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند ایران غنیسازی اورانیوم را در هر سطحی انجام خواهد داد علی لاریجانی به طور تلویحی به مخالفت های کنگره آمریکا با پیشبرد مذاکرات و طرحهای این کنگره برای ادامه تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت رفتاری که آمریکایی ها و غربی ها در مذاکرات اخیر داشتند بسیار تأصف بار بود و نشان دادند قابلیت کافی برای حل موضوع را ندارند ولی در ایران این موضوعات با هوشیاری رسد می شود. در همین حال محمد حسن آسفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت به کشورهای غربی هشدار داد و گفت در صورت وقت کشی مجلس ایران طرحی را که در حال حاضر با 200 امضا مسکوت گذاشته شده است ارائه خواهد کرد که بر این اساس دولت ملزم به انجام غنیسازی 60 درصدی شود به گفته وی نمایندگان مجلس فعلا این طرح را مسکوت گذاشتهاند تا روند مذاکرات فعلی به خوبی طی شود. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که او احتمالا امروز جمعه دوباره با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار خواهد کرد و این دیدار نیز در پاریس انجام می شود. آقای ظریف مذاکرات روز چهارشنبه با آقای کری را مؤثر خوانده و گفته است که تصور می کند این مذاکرات آمادگی طرفین برای حرکت به جلو و تسریع روند مذاکرات را به نمایش می‌گذارد. وزیر امور خارجه ایران اکنون در برلین به سر می‌برد و قرار است که پس از آن به بروکسل و پاریس سفر کند. ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه یک از روز 28 دی دور جدید گفتگوهای هسته‌ای خود را آغاز می کنند. ایران و آمریکا در این فاصله مذاکرات دو جانبه ای انجام می‌دهند که روز چهارشنبه با دیدار محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو سوئیس آغاز شد. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله تایید کرده است که یکی از مأموران ارشد اطلاعاتی این گروه در استخدام سرویس های اطلاعاتی اسرائیل بوده است. گفته شده این مقام ارشد جنبش حزب الله لبران از چند سال پیش مسئولیت عملیات خارجی حزب را بر عهده داشته و اطلاعاتی را در مورد این عملیات در اختیار موساد سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل قرار میداده است چند هفته پیش خبرگزاری تسنیم در ایران از بازداشت این مقام ارشد حزب خبر داده بود به گفته برخی منابع خبری لو رفتن عملیات حزب الله علیه منافع اسرائیل در خارج و موفقیت اسرائیل در شناسایی چند عضو ارشد حزب الله در خارج از نتایج همکاری این فرد با موساد بوده است در خبری دیگر حسن نصرالله دبیرکل حزب لبنان مدعی شده هر گونه راه حل سیاسی بدون حضور بشار اسد غیر ممکن است وی با بیان اینکه نیروهای نظامی سوری که مرتبط با اطلاف یا عربستان هستند در حال نابودی هستند درباره هر گونه حمله به خاک سوریه هشدار داد و گفت هر گونه هدف قرار دادن سوریه به مسابقه هدف قرار گرفتن کل مقاومت است با پایان یافتن مأموریت ناتو و آمریکا در سال 2014 بسیاری از افغان ها نسبت به آینده کشور پس از خروج سربازان ابراز نگرانی می کنند ماه گذشته نیروهای آیساف به رهبری آمریکا به مأموریت رزمی 13 ساله خود در افغانستان پایان داد این مأموریت پس از حملات 11 سپتامبر در ماه دسامبر 2001 آغاز شد و هدف آن جنگ علیه تروریسم و کمک به امنیت به افغانستان بود اکنون نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد 39 درصد افغانها معتقدند اوضاع کشور بدتر می‌شود 29 درصد گفتند اوضا مثل قبل باقی میماند و 18 درصد هم گفتند وضع افغانستان رو به بهبود است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا شب گذشته وارد پاریس شد با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود فرانس فرانسوا اولان رئیس جمهوری این کشور و شهردار پاریس دیدار و گفتگو کرد جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید خبرنگار ما از پاریس شب گذشته آقای جانکری وزیر امور خارجه برای یک دیدار سی و چند ساعته وارد پاریس شد با آقای اولاند، آقای فابیوس و همینطور شهردار پاریس خانم ایدالگو ملاقات می کند. در مورد غیبت آقای جانکری و یا حتی آقای اوباما در راهپیمایی روز یکشنبه آقای فابیوس امروز به خبرنگاران گفت که آقای جانکری نه تنها مایل بود در این راهپیمایی شرکت بکنه ولی چون در بلغارستان و هندوستان بود و حتی وقتی که فیلم و انبوه جمعیت رو دید تلفنی به آقای فابیوس گفت که متاسف است که در این جمعیت حاضر نیست و به تلافی امروز هم در محل سوپرمارکتی که چهار یهودی کشته شدند و هم در برابر دفتر نشریه چارلی ابدو حاضر شد و دست گلی رو در اونجا قرار داد در لحظه مخابره این گزارش شایعاتی نیز شنیده شده است که احتمالا آقای جانکری با آقای جواد ظریف ملاقاتی خواهد کرد میدونید روز یک شنبه پنج به یک با ایران گفتگو میکنه و همینطور چهار شنبه دیدار دیگری بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و امریکا انجام گرفت است در کنار این خبرها امروز صبح در پاریس دوازده نفر نه مرد و سه زن در ارتباط با حوادث تروریستی بازداشت شدند البته تحقیقات بیشتر از اینها ادامه داره در مورد کلیبالی فردی که در سوپرمارکت قتل و شقاوت بی رو نشان داده بود مدارکی در دست هست که در اسپانیا هم اقامت داشته پلیس اسپانیا هم فعال هست در مورد تحقیقات و همینطور در برلین که باز امروز در پی دستگیری ها مدارک تازه به دست اومده آقای کازنوف وزیر کشور به مقامات آگاه هشدار داده است و گفته است که اگرچه امنیت صد درصد وجود ندارد ولی باید که تلاش ها دائمی و صد درصد باشه همینطور یک مقام آگاه امنیتی میگوید که بر اساس گزارشات حدود دویست نفر از فرانسویانی که به سوریه رفته بودند همکنون در خاک فرانسه و اروپا هستند از دور و نزدیک زیر نظر قرار دارند پاریس تلویزیون ایران فردا گروه تروریستی داعش برای تأمین هزینه های خود در عراق قرامت را جایگزین شلاق کرده است به گزارش رویترز منبعی در استان دیالی در شرق عراق تاکید کرد داعش در ازای هر شلاق 25 دلار قرامت دریافت می کند و بسیاری از خانواده های گروگان های داعش برای نجات دادن گروگان ها زیورالات طلا یا مبالغ مالی به این گروه تروریستی اعطا کرده و خیشاوندان خود را از زیر شلاق نجات دادند. دادستانی شهر استانبول علیه روزنامه جمهوریت و دو تن از کارکنان این روزنامه طرح شکایت کرده است. روزنامه جمهوریت روز چهارشنبه در حمایت از نشریه شارلی ابدو اقدام به انتشار مطالب و کاریکاتورهای این نشریه کرده بود. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش میدهد. جیدا کاران و حکمت چتینکا یادو مقاله نویس روزنامه جمهوریت هستند که در واقع اقدام به انتشار کاریکاتورهای شالی هبدو در ترکیه کردند اکنون از روی دادستانی شهر استانبول علیه اونها اعلام جرم شده همانطور که در گزارش های قبلی هم اشاره کردم با وجود جوی که در ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی حاکم استش و جریان های مذهبی در این کشور بسیار ریشه دار و قوی هستند خیلی دور از ذهن نبود که طرح شکایت بشه بر علیه روزنامه جمهوریت همینطور اشاره بکنم که اعتراض اسلام گرایان روز گذشتم در مقابل دفتر این روزنامه ادامه داشت اگرچه پلیس تدابیر حفاظتی و امنیتی را از قبل در مقابل دفتر این روزنامه اتخاذ کرده بود اما باید گفت که واکن شاه نسبت به انتشار کاریکاتورهای نشری شالیبدو در ترکیه توسط روزنامه جمهوریت فراتر از اعتراضات این افراد هستش مقامات ترکیه در روزهای گذشته بارها گفتن انتشار هر گونه مطلبی که به گفته اونها در جهت تخریب چهره اسلام و پیامبر مسلمین باشه جرم هستش روز پنجشنبه احمد داوود نخست وزیر ترکیه پیش از سفر به بلژیک در فرودگاه آنکارا و در گفتگو با رسانه ها نسبت به انتشار کاریکاتور جدید نشریه شالیبدو واکنش نشون داد و گفت که این کار تحریک‌آمیز هستش و اجازه نمیدیم به حضرت پیامبر توهین بشه و تا به طور زمینی به رسانه های داخلی هم اشاره کرد و گفت که همگان باید متوجه این موضوع باشند و ما به نهادهای مطبوعاتی هم این موضوع رو تذکر دادیم که آزادی مطبوعات بسیار متفاوت تر از توهین و تحقیر است و توهین به پیامبر عزیز ما به معنای آزادی مطبوعات نیست افغان حالا وزیر کشور هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داد او که با یک شبکه تلویزیون خصوصی در ترکیه گفتگو میکرد عنوان کرد انتشار کاریکاتورهای توهین‌آمیز در رسانه‌های ترکیه نشانه جرم هستش و همگان باید به این موضوع دقت لازم رو داشته باشند. افکان گفت این کار از دیدگاه قوانین ترکیه تحریک‌آمیز هستش و موضع ما در قبال چنین حرکتهایی به اندازه موضع ما در قبال تروریسم واضح و آشکار هستش برای اگرچه قوانین جاری ترکیه ارزش های مذهبی در این کشور رو محترم شمرده و اهانت به این ارزش ها از شش ماه تا یک سال میتونه مجازات حبس در پی داشته باشه باید دید در ادامه چه تصمیمی دیگر مراجع قانونی ترکیه در مورد روزنامه جمهوریت خواهند گرفت و این اقدام روزنامه جمهوریت از دیدگاه اونها آیا مساق جرم و اهانت به ارزش مذهبی تلقی خواهد شد یا خیر معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه از دستگیری دو, دو نفر از عناصر ترور دیپلمات جمهوری اسلامی در یمن خبر داد امیر عبداللهیان گفت دستگیری عناصر این ترور موجب به دست آمدن اطلاعات موثق و کشف مسائل بیشتری از این ترور شد آقای عبداللهیان افسود همچنان پیگیر وضع دستگیری نیکبخت یکی دیگر از دیپلماتهای های کشورمان در یمن هستیم که به دست تروریست ها روبوده شده است اما وی در سلامت کامل به سر میبرد و امیدواریم به سلامت به ایران بازگردد سال گذشته ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن ترور شد روزنامه مردم امروز در شماره اخیرش تصویری از جورج کلونی بازیگر و تهیه کننده آمریکایی در مراسم گلدن گلاب،, گلدن گلاب 2015 را منتشر کرد و تیتر زد کلونی من هم شارلی هستم به این بهانه یکی از نمایندگان مجلس علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را یک بار دیگر تهدید به استیزاح کرده است زهره طبیب زاده، نماینده مردم تهران از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست با روزنامه مردم امروز برخورد قاطع کند وگرنه استیزاه می شود روزنامه مردم امروز به مدیر مسئولی و سردبیری احمد ستاری و محمد قوچانی از روزنامه های حامی دولت است روند حذف نوازندگان یا همسرایان زن در برنامه های موسیقی شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد در کنسرت سالار عقیلی در مشهد همسر وی که نوازنده دف بود پس از اجرای یک قطعه موسیقی از سن پایین آورده شد این در حالی است که پیشتر مقامات دولت روحانی نسبت به حقوق زنان وعده داده بودند اما مانند دیگر وعده های آقای روحانی این موضوع هم با عقب نشینی دولت روبرو شد در کنسرت ارکستر سازهای بادی تهران به خوانندگی عالم قاسموف، خواننده معروف جمهوری آذربایجان به دختر وی اجازه همسرایی حضور ندادند در این رابطه خبرگزاری ایسکانیوز گزارش داد عالم قاسموف در ابتدای برنامه با عذرخواهی از, از تماشاگران گفت صدای دختر من خسته است و امشب روی سن نمیآید عالم قاسموف خواننده معروف کشور آذربایجان نیز که در کنسرتش در تالار وحدت تهران از گزنده حسب زنان در امان نماند و همراهی دخترش را در یک اجرا از دست داد گفته است به قوانین ایران احترام میگذارم اما در هیچ کجای دنیا این رفتارها در مورد زنان هنرمند اعمال نمی شود. فرقان قاسموف که در تمام طول این برنامه در پشت صحنه نشسته بود به سایت تخصصی موسیقی ما گفته است اجازه بدهید در این مورد اظهار نظری نکنم ما در شرایطی قرار گرفتیم که اصلا پیش بینی نشده بود تنها یک روز پیش از این ماجرا حریر شریعت زاده نوازنده دف و همسر سالار عقیلی که قرار بود در این برنامه همسرش را همراهی کند از صحنه پایین آورده شد محمد رضا کرمانی مدیر برنامه های سالار عقیلی در این باره به فارس گفته است همه مجوزهای لازم برای اجرای این کنسرت و تایید همه نفراتی که در این اجرا حضور داشتند از اداره ارشاد خراسان اخذ شده بود. مسئولان این اداره به ما قول داده بودند که برگزاری این کنسرت با هیچ مشکلی مواجه نمی شود. خانم شریعت زاده حتی مشکل پوشش هم نداشتند. با لغو کنسرت های موسیقی در شهرهای مختلف ایران در هفته های گذشته سخنگوی وزارت ارشاد این امر را ناخوشایند توصیف کرده و گفته است طبق قانون باید به کنسرت های دارای مجوز اجازه اجرا داده شود. تعداد کمی از کنسرت ها با این مشکل روبرو بودند اما ما همین تعداد اندک را زیاد می دانیم. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد در گفتگو با فارس گفت که وزارت ارشاد موضوع لغو کنسرت ها را پیگیری خواهد کرد. وی افزود. وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه ای از فرمانده نیروی انتظامی خواسته تا مسائل مربوط به کنسرت در شهرستان رعایت شود. سخنگوی وزارت ارشاد همچنین خبر از تدوین تفاهم نامه ای در رابطه با برگزاری کنسرت ها با نیروی انتظامی داده است. فشارها بر روی اجرای های موسیقی از تابستان امسال با حسب زنان به عنوان همخان و نوازنده در کنسرت ها شروع شد. روزنامه شرق پیش از این در گزارشی از ممنوعیت حضور همسرایان یا نوازندگان زن در اجراهای زنده 13 استان کشور خبر داده بود. حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز در واکنش به حذف زنان در عرصه موسیقی پیش از این گفته بود در گذشته زنان تنها در چند شهر اجازه حضور بر روی صحنه را نداشتند اما در حال حاضر تقریبا همه شهرها دارند هماهنگ می شوند که در گروه نوازنده و همخانه زن نباشد. علی رضا قربانی خواننده ارکستر ملی نیز مدتی پیش در اعتراض به حذف شش نوازنده ی زن گروه خود گفته بود اینکه چطور می توانیم زنان را از موسیقی حذف کنیم به نظر من یک بر مقدار برخورنده است. و جای تفکر و اعتماد بیشتری دارد پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد هم در این رابطه به روزنامه شرق گفته است این نوع تفکیک جنسیتی و مستثنا کردن زنان با های وزارت ارشاد منافات دارد اگر در شهرستانها زنان برای حضور روی سن مشکل دارند مربوط به دیدگاه وزارت ارشاد نیست بلکه در ارتباط با نهادهای دیگر است تلاش برای حذف زنان از عرصه موسیقی در ایران در حالی ادامه دارد که دولت هنگام انتخابات در این خصوص وعده داده بود و پیش از این هم علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در این رابطه گفته بود طبق نظر مراجع اگر صدای تک ها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند اما با واکنش تندروها خیلی زود جنتی عقب نشینی کرد اعضای شورای هماهنگی اصلاحات تشکل در, در برگیرنده بسیاری از گروه های اصلاح طلب جلسه با عنوان حمایش سراسری اصلاح طلبان برگزار کردند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران و اکبر هاشمی رفسنجانی در این جلسه شرکت نداشته و برای آن پیام فرستادند. اصلاح طلبان شرکت کننده در همایش روز پنجشنبه 25 دی ماه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با صدور بیانیه خواستار تضمین شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی در ایران شدند. شرکت کنندگان در این همایش رخدادهای چند روز اخیر مجلس را بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه توصیف کردند. تعدادی از سخنرانان این همایش از جمله محمد رضا عارف و فاطمه راکعی خواستار رفع حصر میرحسین موسوی مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند آقای عارف همچنین تاکید کرد اقداماتی برای رفع حصر رهبران معترض به نتیجه انتخابات 88 انجام شده و ابراز امیدواری کرد که این اقدامات به نتیجه برسد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با ارسال پیامی به همایش اصلاح طلبان از دستندرکاران برگزاری انتخابات خواست که از اعمال شیوه هایی که به گفته او موجب محدودیت حق انتخاب مردم و گردش آزاد و قانونمند قدرت می شود خودداری کنند و خود را مکلف به اجرای قانون و حفظ حق انتخاب آزاد و رقابتی مردم بدانند. آقای حاشمی همچنین از آنان خواست که بسترهای مناسب را برای جلب مشارکت حد اکثری مردم از جمله فراهم ساختن زمینه فعالیت رسمی و گسترده احزاب و تشکلهای سیاسی مهیا کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران هم در پیامی به همایش اصلاح طلبان اعلام کرد در دولت تدبیر و امید زمینه گرده هم آمدن این جمع با رویکرد نزدیکتر نزدیک تر کردن دلها و زمینه سازی برای حضور و مشارکت نشاط گروه ها و تشکل ها و به طور کلی مردم در عرصه سرنوشت فراهم آمده است. تعدادی از سخنرانان همایش اصلاح طلبان نیز خواستار تغییر رویه های گذشته در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شدند از جمله رسول منتجب نیا مقام حزب اعتماد ملی گفت درخواست دارم قاعده ای که در قانون انتخابات و نظارت استثوابی شورای نگهبان که در دوره چهارم مجلس تصویب شده است که در آن اصل بر مجرمیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود تغییر کند در ماهای گذشته خبرهایی از برنامه‌ریزی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس دهم ده منتشر شده است این انتخابات در ماهای پایانی سال 94 برگزار می شود. سید هادی خامنه ای از اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این همایش گفت کسانی که شجاعت و شهامت پیگیری خواستای اصلاح طلبی را دارند اگر نام اصلاح طلب نیز نداشته باشند اصلاح طلب محسوب می شوند و بنابراین می توان گفت کسانی چون علی متحری اصلاح طلبند پس دایره اصلاح طلبی بسیار وسیع است. برخی دیگر از سخنرانان همایش اصلاح طلبان، از جمله محمد رضا عارف و رسول منتجب نیا نیز در سخنان خود از ممانعت از نطق علی متحری در جلسه روز 21 دیماه مجلس ابراز تأسف کردند. اصلاح طلبان شرکت کننده در این همایش همچنین با صدور بیانی ضمن تاکید بر برقراری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی تاکید کردند که مخالفین هم به فرایند مشارکت در انتخابات دعوت و ترغیب شوند. در این بیانیه همچنین بر لزوم احترام و اعتنای هرچه بیشتر به حقوق مشروع زنان و ایجاد بسترهای مناسب برای رفع ستمهای تاریخی وارد بر آنان و ارتقای های شغلی، علمی، مدیریتی و سیاسی آنان تاکید شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از فعالیت حزب جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب اعتماد ملی ممانعت شد، و مسئولین دولت محمود احمدی نژاد و همچنین رسانه های اصولگرایان این احزاب را منحله خواندند. بر اساس گزارش ها، حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی که دفترش پس از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پلم شده بود، از مدتی پیش فعالیت خود را از سر گرفته است، این حزب شامگاه 21 مهر همایشی با عنوان امتداد اعتماد در تهران برگزار کرد. این همایش در حال برگزار شد که پیشتر تعدادی از رسانه های وابسته به محافظ با انتشار خبری به نقل از گروهی که خود را حزب الله خوانده بودند تهدید کرده بودند که به همایش اصلاح طلبان در روز پنجشنبه حمله خواهند کرد. اما به نظر می رسد با عدم حضور محمد خاتمی و اکبر حاشمی رفسنجانی با چراغ سبز حکومت تنشی در این همایش رخ نداد. لاسان باسیلی جوان 25 24 ساله مسلمان اهل مالی که توانست جان عده‌ای از های حمله تروریستی روز جمعه 24 دی به فروشگاه یهودیان در پاریس را نجات بده به عنوان قهرمان پاریس شهرت پیدا کرده این کارگر فروشگاه که از سال 2006 به عنوان مهاجر در فرانسه زندگی می کرد یک سال پیش برای دریافت شهروندی فرانسه تقاضا کرده بود که اکنون به خاطر اقدام قهرمانان خود شهروند فرانسه شد به پایان خبرهای امروز رسیدیم با تشکر از همراهی شما خدا نگهدار